عناوین اصلی سوسنگرد به دست مردم افتاد هشدار جدی درباره رشد وحشتناک نرخ تورم در ماههای آینده و بیابروی جدید در روایت جلی فارس از کشته شدن معترضان خوزستانی به کیوسک خوش آمدید. در حالی که بخش از خیابان‌های سوسنگرد توسط جوانان غیور تصرف شده است، مردم گروه گروه به سمت میدان‌های اصلی شهر در حال حرکت بودند. مردم سوسنگرد جوانان خود را تنها نگذاشتند. ساعتی بعد ویدیویی ارسال شد که نشان میداد این شهر توسط مردم کاملا تصرف شده است <applause> شامگاه یک وبسایت هرانا گزارش داد که در چهارمین روز از اعتراضات خوزستان شامگاه یک شنبه 27 تیر تجمع معترضان به سوء مدیریت آب و بحران بیابی در شهر سوسنگرد با خشونت نیروهای نظامی و تیراندازی به سمت معترضین همراه بود. در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد گفته شده است که نیروهای امنیتی به معترضان شلیک کردند روز یک شنبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران خبر داد که آب پشت سطح خوزستان بر اساس اعلام سازمان آب و برق استان نسبت به دوره گذشته 50 درصد کاهش داشته است در پی انتشار گزارش ها و ویدیوهای متعدد در رسانه های اجتماعی از تظاهرات و تجمع هایی که پنجشنبه شب در اعتراض به بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان برگزار شد قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان گفت که برخی با هدف تحریک مردم تصاویری جلی از اعتراضها در فضای مجازی منتشر می کنند معترضان با آتش زدن لاستیک مسیرهای ارتباطی اهواز به خرمشهر و اهواز به شوش را مسدود کردند منابع محلی خبر از زخمی شدن شماری از معترضین در چهارمین روز اعتراضات و همچنین بازداشت گسترده آنان در شهرهای مختلف دادند گزارش های رسیده از ایران است که برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و فرستادن عکس و خبر از سوی شهروندان سرعت اینترنت در استان خوزستان از سوی حکومت به شدت کاهش پیدا کرده و در پاره مواقع قطع شده است اعتراضات گسترده مردمی در خوزستان از چهار روز پیش پنجشنبه 24 تیر ماه در اعتراض به بیابی و بیکفایتی مسئولان در این زمینه آغاز شد و به سرعت مردم در دهها شهر استان خوزستان دست به تجمعات و تظاهرات گسترده در برابر نهادهای دولتی زدند در فیلم هایی که از اعتراضات شب چهارم در شبکه های اجتماعی منتشر شده حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در شهرهای استان خوزستان به خوبی مشهود است و صدای تیراندازی در این فیلم ها به گوش می‌رسد. یک شهروند سوسن گردی در یکی از فیلم های منتشر شده می گوید که ماموران حکومت در سوسنگرد خشونت زیاد به خرج داده و به سوی معترضان گاز اشکاور و گاز فلفل پرتاب کردند و شماری از مردم را مجروح ساختند در روز نخست اعتراضات در حالی که حتی رسانه های داخل ایران از جمله خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران خبر از تجمعات اعتراضی در این استان میدادند استاندار خوزستان منکر اعتراضات شد و ادعا کرد که تصاویر منتشر شده در اینترنت جلی هستند اعتراضات اخیر در خوزستان به دلیل بیابی شدید و عدم دسترسی به آب آشامیدنی شکل گرفت مردم میگویند وضعیت آب در استان ما بسیار وخیم است بهار نیوز در ارتباط با بحران آب خوزستان و با اشاره به دستور فوری حسن روحانی برای حل این مشکل نوشت سرانجام موزل کمبود آب در استان خوزستان به بحرانی ترین مرحله رسید بحرانی که سالهاست فعالان محیط زیست منتقدان دلسوزان و مردم آن را به دولت ها گوش می کنند و درخواست جدی برای حل بحران آب و کشاورزی مردم این استان زرخیز اما پر بحران را دارند حالا پس از این همه سال که از ساخت سطح های ریزا درشت بر روی روزخانه های استان خوزستان می گذرد و نفس کارون را هم با انتقال آب گرفته اید و در کنار آن نه لایروبی درست و حسابی انجام شده برای مشکل ورود فاضلاب را به رودخانه ها حل کرده اید واقعا قرار است با یک دستور فوری به کجا برسد مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز در صفحه شخصی خود نوشت طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از 3700 میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش دو برابر شده است اگرچه طی ماههای گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده اما دریق با این روند در ماههای آینده دولت با تورمی روبرو خواهد شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده است همزمان امروز صبح اعلام شد قیمت انواع نان در استان تهران افزایش یافته است. همزمان گزارش های از افزایش قیمت نان در برخی استانهای دیگر منتشر شده است. استانداری تهران قیمت های جدید را بر اساس نوع ای که به انواع نان پرداخت می شود به اتاق اصناف اعلام کرد. آخرین افزایش قیمت نان در سال 1398 بود که با مصوبه دولت قیمت نان تا حدود 35 درصد گران شد و حالا قیمت نان بار دیگر افزایش یافته است. یارانه‌ای که برای نان پرداخت می شود دو نوع آرد را شامل می شود که اولی برای خرید گندم با نرخ 665 تومانی پرداخت می شود و نوع دوم نیز برای خرید گندم 900 تومانی است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حشمت الله اسکری معاون استاندار تهران گرانی قیمت نان در استان تهران از مسببات کارگروه ساماندهی گندم آرد و نان استان تهران است بر اساس مصوبه جدید هر عدد نان بربری از 1800 تا 2500 تومان، سنگک 3000 تومان و لواش 500 تومان قیمت گذاره شده است. به گزارش تجارت نیوز، همزمان با افزایش قیمت رسمی نان در برخی شهرها و استانها همچون مشهد، کرج و مازندران نیز قیمت نان افزایش یافته است. قیمت نان مسئله است که با زندگی اقشار کم درآمد جامعه و به خصوص کارگران ارتباط مستقیم دارد چون در صورت گران شدن نان قدرت خرید آنها در تأمین ضروری ترین مایحتاج خانواده کاهش پیدا می کند و در صورت ثابت ماندن نرخ آن نیز کارگران نانوا آسیب می بینند. چنانچه رئیس اتحادیه نانوایان اعلام کرده است که دستمزد کارگران در دو سال اخیر افزایش نیافته است و برخی به ناچار این شغل را ترک کردند. بلواسی نیز به همین نکته اشاره کرده بود که در حالی که دریافتی این گروه شغلی ثابت مانده است، هزینه های زندگی با روند عجیبی افزایش مییابد خبرگزاری فارس با انتشار خبره کشته شدن دو نفر در خوزستان بلافاصله دست به کار شد و یک گزارش جلی و همیشگی برای پروژه کشت سازی خود آماده کرد. این خبرگزاری دیروز با انتشار ویدیویی نوشت در روزهای گذشته تعدادی از مردم خوزستان در اعتراض به مشکل بیابی و پروژه های انتقال آب اعتراض کردند که اعتراضات آرام آنها با تیراندازی عناصر مشکوک به کشته شدن دست کم دو نفر انجامیده است. رسانه های ضد انقلاب تلاش دارند قربانی شدن این افراد را به نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت دهند و حساب ویژه‌ای روی کشته سازی ها باز کردند پلیس تاکید می کند در حال شناسایی و برخورد با تروریست هاست و دلیلی ندارد به اعتراض بر حق مردم تیراندازی کند قاسم ناصری معروف به قاسم خزیری جوان هجده سالهیه که در یک مغازه باتری فروشی کار میکند به عنوان کارگر دیروز جمعه ساعت هلوهش ده ده از سر کار داشت میومد ده ده نیم شب که خونش چون مناظر لوله سازی کانتکس هست در حین اومدن در مسیر مورد اصابت تیر واقع میشه با حالت خونین به خونه میرسه و متاسفانه بر اثر این ضربه فوت میکنه نتونست بگه که زاربش کیه مرحوم قاسم اهل نماز و روزه و مسجد و از نیروهای بسیجی به قول معروف پایگاه بسیج خود اون مسجد محلم هست و فعال هست و اهل تجمع و اختشاش و اینها نبوده جوان خیلی مؤدبی بوده و تنها نوناور خانواده بوده خودشم یه خواهر معلولی هم داره الان کلی خواهر و مادرش هم هستن که متاسفانه فوت کرد ما از قوه محترم قضاییه از ناحیه انتظامی از مسئولین متصدی تقاضا داریم که در اسرع وقت قاتل را شناسایی کنند و احقاق حق بکنند که خون این جوان پایمال نشود این در حالی است که تصاویر دریافتی نشان می‌دهد پلیس و بسیج با اسلحه جنگی به سمت مردم شلیک می کنند خبرگزاری فارس ابتدا لینک ویدیویی را با مخاطبان خود به اشتراک میگذارد که در آن فردی بسیار خونسرد و بدون آنکه نشانی از حزن و اندوه و داغ در چهره و کلام او باشد نحوه کشته شدن برادرزاده خود را تشریح و بر این نکات تاکید کند. مقتول یک جوان کارگر بوده که از محل کار به خانه باز می گشت است مقتول در مسیر برگشت به خانه گلوله خورده و نتوانسته زارب را شناسایی و معرفی کند مقتول اهل نماز و روزه و مسجد و عضو فعال پایگاه بسیج مسجد محل بود است. مقتول اهل تجمع و اقتشاش نبوده است و بسیار معدب بود است. این فرد در پایان روایت خود خواهان شناسایی زارب و احقاق حق می شود. بر این اساس خبرگزاری فارس نیز در ادامه گزارش با بیان اینکه وجود اسلحه به صورت سنتی در برخی نقاط خوزستان مشکلات ایجاد کرده مینویسد همزمان فیلم ها و تصاویری از میدانداری عناصر مرتبط با گروهک تروریستی الاهوازیه در به کشیدن اعتراضات مردم منتشر شده است رسانه های ضد انقلاب تلاش دارند قربانی شدن این افراد را به نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت دهند و حساب ویژه‌ای روی کشته سازی ها باز کردند پلیس تاکید کند در حال شناسایی و برخورد با تروریست هاست و دلیلی ندارد به اعتراض بر مردم تیراندازی کند به طور طبیعی وقتی اسناد قابل استناد و آزادی اطلاع رسانی وجود ندارد و رسانه های مستقل و آزاد حق فعالیت ندارند تشخیص اطلاعات درست از نادرست تا حدود زیادی به تجربه مخاطب از رویدادهای مشابه و اعتبار رسانه ها متکی است توسل به کلیشه های مزر و ارائه اطلاعات نادرست مهمترین عنصری است که به یک روایت صفت مخرب می دهد. در این روایت عموی مقتول بدون ارائه ادله یا فکتی تنها از کلیشه استفاده می کند که طی چهل و سه سال گذشته مداوم از رسانه های حکومتی شنیده شده است. مقتول بسیجی بود، اهل نماز بود، اهل مسجد بود، اهل اختشاش تنها در ادبیات کلیشه ی حکومت است که اعتراض مردمی را اختشاش می اهل اختشاش نبود، اهل تجمع و غیره نبود. نکته دیگر این که مرور اخبار و گزارش های خبرگزاری فارس از اعتراضات مردمی در خوزستان نسبت به نبود یا کمبود آب نشان می دهد که این رسانه به جای روایت آنچه در خوزستان می گذارد، تنها در پی انتصاب این اعتراضات به دشمن و اثبات آن است. گروهی از مردم در خوزستان با تجمع اعتراض خود را نسبت به نبود یا کمبود آب بیان می کنند اما آنچه جای پوشش اعتراضات مردمی در خبرگزاری فارس را می گیرد، این گزارش هاست.